زود باشین بچه ها، عجله کنین، زودتر زودتر. آفرین، مشتری ها منتظر غذا، فراموش نکنین. جانسو تو امروز جدا از ما کار میکنی، برای فیلم برداری فردا چند تا غذای متفاوت میخوام، لیست توی کشوی کمدمه، برو چک کن، اگه کم و کسری هست هرچی زودتر تهیه بشه. چشم، تلاش بس. سفارش های میز 5. سفارش های میز 3 حاضره. سفارش برای میز 1. سرکان باید ظریف‌تر باشی مگه نه؟ ظریف‌تر. همه گوششون با من باشه، دسر آخرین بوسه است، اینو فراموش نکنید. اولینا هیچ وقت فراموش نمیشن، ولی سرسری و سر به هوان، ولی آخرینا همیشه گرفتارشون میکنن، چون که میدونین آخرینن و نمیخواین از دستشون بدین. یه دسر خوبم دقیقا همین جوریه، مثل یه بوسه طولانی فرانسوی. مفهوم شد؟ فهمیدین؟ چشم، سرش خوبه. سرویس. گفته بودم 45 دقیقه، سرویس نهار شروع شده، دقیقا 3 ساعت گذشته، کجا بودی؟ این که تو استانبول در عرض 45 دقیقه برم خونه و برگردم تقریبا غیر ممکنه، میدونی که؟ نمیدونم. باور کن در کمترین زمان ممکن خودم رسوندم راست. امروز به خاطر این دیرکردت مجازات میشی، به عنوان پادو کار میکنم. آخه چرا؟ دوستای پیش خدمتمون بهت کمک میکنم، وقت آشپزخونه رو نگیر. یالا به جنبی. بد جنس، واقعا که بد جنسی. الو باشک خانم. سلام، من یکی از طرفداراتون هستم. کدوم طرفدار؟ مزاحم بیشور، دیگه به من زنگ نزن. گفت بیشور؟ ببینم اولین باره یه مرد به این دوست تو زنگ میزنه؟ مگه چی شده؟ والا خواستم با یه شوخی صحبت شروع کنم، اخلاقم دستش بیاد، بعد بهم گفت بیشور، گوشی و روم قطع کرد رفت. من نمیفهم این چه جور آدمیه. خب واسه کارش از من دلیلی داشته. یعنی میگه حق داشته دیگه. آره. ای بابا. مشتری میز شماره 1 سس غذا رو نپسندیده، گفت زیادی شده پس فرستاد. یعنی خورده به تهش که رسیده فهمیده سسش زیاده. هر چی مشتری بگه همونه، مشتری ولی نعمت ماست. تو همچین مواقعی اصلا نمیخوام مشکلی پیش بیاد، هر چه زودتر یه پرسیگه آماده کنی خودم میبرم. اگه این بخواد اینجوری کار کنه ورشکست میشینا، از من گفتم بود. خیلی جمله‌ای با مزه آماده کرده بودم، اگه 10 ثانیه بیشتر صبر میکرد من سر صحبت باز میکردم. میرم سر کارم. داداش یعنی چی نمیشه امروز این جنسا رو تحویل بگیریم؟ چرا انقدر عجله داری نجیب؟ خب فردا جنسا میرسن گمرک دیگه. آره خب، ولی من باید پولا رو پس بدم. خب باشه، فردا پس میدی. تازه مگه تو نگفته بودی از برادر زنت پول گرفتی؟ این چه رابطه فامیلیه؟ چرا اینقدر تحت فشارت میذارن؟ راستش اینجوری هم نیست، اون پول مال قسط وام بود. من فکر کردم وارد این کار میشم، پولو چند برابرش میکنم برش میگردونم، ولی خوبه که فکر خوبی کردی. این کجاش بده؟ رسیدو میخوان ازم، اینقدر تحت فشارم گذاشتن که نمیدونم کجا. فقط یه روز دیگه مونده، این یه روزم تحمل کن. من از مادر زنم میترسم، اگه به گوشش برسه بیچاره میشم، اگه پولو ببرم من بیچاره میشم، به هر حال من بیچاره میشم. نجیب، پول همه مشکلات رو حل میکنه، نگران نباش، وقتی پولا رو ببینه خودش نرمش. نه نه، مادر زنم همچی آدمی نیست، قبلا هم همچی موردی پیش اومده بود، منو از خونه انداختم بیرون، بهش قول داده بودم دیگه از این کارا نکنم، ولی ای بابا. فصل این رسید و همین الان چه جور؟ فردا قراره جنسا رو تحویل بگیرم، چند برابر پولو در بیارم، ولی حتی نمیتونم خوشحالی کنم. باشه، پس باید این قضیه سند رو حل کنیم. چطوری؟ تو برو مدارک مربوط به شرکتی که باید ازش رسید میگرفتی و بیار، عینش رو جعل میکنیم، ببر بده خیالشون راحت شه. مگه میشه؟ آه اگه بدونی تو بازار چیا که نمیشه. پس این کارهای مافیایی و جعل اسناد تو تجارت هم اتفاق میفته؟ بعدی همه جا وجود داره نجیب، تو تجارت اصلا نباید ساده باشی، بفهمن بدبختت میکنه. معلومه، خب تجارت کار هر کسی نیست. آه فهمیدم. ببخشید یه لحظه، الان یکی از پیش خدمتامونو صدا میکنم. به نظرم شما میتونید حلش کنید. بفرمایید. میشه خواهش کنم اونی که تو دستتون رو بذاری رو میز؟
شاید یکم عجیب باشه ولی میشه خواهش کنم اینو بچشید؟ شوخی میکنید مگه نه؟ کدوم میز؟ این یکی. لطفاً بچشید. یه مزه‌ای توشه که نمیتونم تشخیص بدم. واسه همین ازتون پرسیدم. هر چی مشتری بگه همونه. مشتری ولی نعمت ماست. خواهش کردم ازتون لطفاً بچشید. دلمو نش کنید. باشه پس چیز کنیم. بذارین من با این بچشم. امیدوارم این دفعه سوسو پسندیده باشین. یه مزه‌ای مثل زیره توش هست. آره. طعم مزه زیره میده. میدونین سرآشپز ما ادویه‌های مخصوص رو با هم مخلوط میکنه و گوشت رو توش میخوابونه. واسه همینم اولش یه مزه خاص و مجهول میده. به خاطر اینه. چقدر زیبا بیان میکنید. میتونم ساعت‌ها به حرفاتون گوش بدم. چیزی پس من دیگه برم با اجازهتون. داشتیم حرف میزدیم. تازه میخواستیم راجع به دسر صحبت کنیم. این دفعه بهتره. ببخشید. میشه یه لحظه بهم اجازه بدین؟ خواهش میکنم. یلا دیگه لطفا. چیزه من یه دوست دیگه همونو میفرستم. باشه اینطوری؟ احتیاجی نیست. آقای محترم داشتن مرخص میشه. ببخشید. متوجه نشدم. میشه خواهش کنم از رستورانم بریم بیرون؟ آقای محترم این چه طرز گفتم از رستورانم بریم بیرون. همین الان. تا وقتی غذامو تموم نکردم هیچ جا نمیرم. آی السلام علیکم. آی اصلا درد گرفت. قلم کن دیگه. دیگه این طرف رو نبینمت. فهمیدی؟ به خاطر بی‌ادبی ایشون از همتون عذر میخوام. لطفاً غذاتون رو میل کنین. نوشه جان. به چی زل زدین؟ همه تون برین سر کارتون. حسابی تنبل شدین ها. الان دلت خنک شد؟ کاریو کردم که باید میکردم. یعنی الان میگه زیادی گاندش نکردی؟ مگه یارو رو ندیدی؟ مزاحم دختره میشد. مزاحم دختره یا پلین؟ منظور چیه بلند؟ ها؟ هر کس دیگه هم بود همین کارو میکردم. باشه قهرمان آروم باش. خیلی خوب. تو بیا اینجا ادامه بده. کجا؟ به تو چه؟ باشه باشه خوب چیزی نگفتم که ببخشی. برو کنار بینم. ای بابا به اینم باید حساب پس بدم. سرکان به پیش خدمت ها یاد نمیدی کجا وایسن چی بپرسن چی بگن؟ نکنه اینم من باید بهت یاد بدم. برو کنار. میبینی تو رو خود خواستم تشکر کنم چطوری زد تو دهنم. عصبی واسه همونه. همیشه اینجوریه. نمیبینی وقتی میاد تو آشپزخونه مثل دیوونه ها میشه؟ قدیما اصلا اینطوری نبود. یعنی اگه تو دانشگاه میدیدیش یه پسر آروم و مهربون بود. نمیدونم چرا همچین شد. نمیدونم اونشو دیگه باید از تو پرسی. بهتره تو بیشتر از این سرزنش نشدم. برم سر کارم. هر دومون به یه دلیل پریشونیم. میخوای اول تو تعریف کن. راستش من راجب دخترمون یه موضوعی رو فهمیدم. اما قول بده شنیدی ناراحت نشی. توی رستوران مشغول کار شده. پیش خدمتی میکنه. میخواستی همینو بگی دیگه؟ آره. تو از کجا فهمیدی؟ از دخترها. با پلینم حرف زدم ولی اصلا زیر بار نمیره. ببین یکی یه دونمون به چه حالی افتاده. یعنی چی با یه دختر زندگی میکنه؟ والا منم نمیدونم. وقتی داشتم میومدم پرسیدم ازش که میخوای دوستتو برسونم، ولی دیدم دختر خودشو حسابی زده به خواب.
دختر کی بود؟ یادتونه دیروز یه دختر تو رستوران داشت نظافت میکرد؟ همونه. گویا الانم شده دستیار مخصوص سینان. بیجا کرده دستیار مخصوصشه. چه معنی داره تو خونه یه مرد مجرد بمونه؟ والا عمه ملیه چی بگم؟ منم تعجب کردم که چرا دختر اینقدر راحته. ولی خب سینان نیتش بد نیست، به عنوان یه همکار میبینتش. شاید فقط همکارش خواست. همینطوره. ولی وقتی سینان گفت اون قبلنم اینجا خوابیده، خب عادت داره که اینجا بخوابه، چه میدونم، خیلی عجیب بود برام، نمیدونم.